تکنیک بعدی از تکنیک های انگوش گذاری بچه ها تک به دو هست. تک به دو خودش خانواده بزرگ هست که متشکل از تک به دو، تک به سه، تک به چهار و تک به پنج. این تکنیک رو استاد علیزاده عنوان کردن و میاد چیکار میکنه؟ ببینید میاد همه این تکنیک ها رو در خودش جا میده. مثلا شما ببینید تک به دو رو میتونید از پنج حالت استفاده کنید، یعنی همه رو میتونید تو این به کار ببرید، مثلا کندن، نمیدونم تکیه، اشاره، اتصال، گلساندو. به چه شکل؟ نکنید اگه بخوایم تک به دو رو به صورت تکیه انجام بدیم، نکنید اشاره به نوت بعدی میشه، ولی خب به صورت تکیه. حالا به صورت کندن، نکنید تکیه در قالب کندن اتفاق میفته. میکنید و نوت بعد برمیگردید. کلا تک به دو هم با یک مضراب ایجاد میشه. حالا تک به دو بکنید در قالب گلیساندو میاد. اگه تکنیک گلیساندو رو نمیشناسید، من یه بار دیگه میگم، سر خوردن از نوتی به نوت بعد، یعنی روی دستیز رو سر میدید دستتون رو. مقاله کاملش هست در همین مطلب، میتونید بخونید به این شکل گلیساندو. اصلا از فا به سل دستتون رو میکشید. دو تا نوت رو با یک کشش روی دستیز ساز روش حرکت میکنید و میتونید از تکنیک اشاره حتی در تک به دو استفاده کنید. به این صورت تکنیک تک به سه اولین بار توسط استاد حسین علیزاده ابدا شده. تکنیک تک به سه میاد چیکار میکنه؟ سه تا نوت رو با یک مضراب پیاده سازی میکنه. مثلا نکنید دوره می یا می فاصل. با اشاره. حالا میشه یکیش گلیساندو باشه، خب و یکیش اشاره. ری می فا از ری به می گلیساندو میکنید، روی فا انگوش میذارید. یا از سل میاد به فا با یه گلیساندو. یا یک دو سه، یک دو سه، ری می فا به صورت گلیساندو. یا به صورت کندن فا رو میکنید، سل رو میکنید روی فا، بعد روی می. یا می رو میکنید بعد روی ر، بعد به دو. تک به سه اینجوری اجرا میکنید. درام دلالام. تکنیک تک به چهار. تکنیک تک به چهار اولین بار توسط استاد حسین علیزاده ابدا شده و به این صورت هست که شما چهار تا نوت رو با یک مضراب پیاده سازی میکنید. نکنید دوره میفا به این صورت، نکنید با یه مضراب، با همش با اشاره اتفاق میفته. دوره میفا یا فا میره دو. تو اینجا میتونید یک شو گلیساندو کنید و بقیه شو اشاره کنید. رمی از ربه می کشیدم. یکم سخته با تمرین، بعد روی قطعی که مثلا کار دارید رون کار میکنید رون خیلی زوم کنید تا بتونید یاد بگیرید. سولاسیدو نکنید. یا میتونید یکشو بکنید. فا میره دو. مثلا کن سی لا سول. یهش میتونید سیم دوم. از حالا فا به سول میکشم، نکنید. بعد چهار تا نوت رو توی مضراب یکشو با گلیساندو بگشتم با اشاره پیاده میکنم که حالا داخل نوت همه اینا به شما میگه که چه جوری اجراش کنید و چه حالتی، همه شو اشاره بزنید، همه شو تیکیه بزنید یا بکنید. خلاصه
شما راهنمایی میکنه. تکنیک تک به پنج. این تکنیک از ابداعات استاد حسین علیزاده هستش و به این صورت اجرا میشه. متشکل از پنج نوت با یک مضراب هست. حساب کنید بعد چیکار کنید؟ نکنید فا می ر دو سی، نکنید یا از اینم گیلی سانده میتونید اجرا کنید، تکیه اجرا کنید، کندن اجرا کنید، مثلا نکنید لا سول فا بچی می ر، نکنید. پس پنج دلات رو با یه مضراب اجرا کردم، لا سول فا می ر، نکنید. یا دوره می دوره می فا سول، درسته؟ یک شب دید حتی از گریساندو استفاده کنید که صداش خیلی کم میاد. سول فا می ر دو، نکنید. و آخرش رو فکر کنید، حالا می کنم. یعنی میخوام بگم که اگه مهارت خوب پیدا کنید میتونید تکنیک های مختلف رو توی این پنج تا نوت پیاده کنید با یه مضراب. مثلا چی؟ اما توی بهتون گفتم فا می ر دو سی، نکنید با یه مضراب. درست شد؟ یا یکیش گلیساندو برید، یه تکنیک قوی هست، یه جای خاصی به کار میرید که نیاز خیلی احساس متفاوتی ایجاد کنید، یه سری جا مثلا قرار فضا سازی کنید. برای همین این تکنیک رو گذاشتن که بتونید همه اینا رو توش به کار ببرید و اون نویسنده این نوت بتونه منظورش رو با اون برسونه. شاید نشه همینجا همه رو تکیه کرد یا همه رو چیز کرد، اینجا دست شما رو باز میذاره که تو این فاصله که شما دارید هر کدوم اینا رو میتونید به کار ببرید و این جزء تکنیک های حرفه‌ای حساب میشه.